بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد پروردگار جهان الله سبحان که از خاک آفرید این گونه انسان درود و صلوات بر محمد و آل محمد عرض ارادت و احترام دارم خدمت یکایک یک شما بینه های عزیز امیدوارم تندرست شاد و پر انرژی باشین و از تک تک لحظات زندگیتان استفاده بکنین و لذت ببرین یک بار دیگر من با جمع از همکارانم در خدمت شما هستم با یک برنامه کاملا متفاوت با یک برنامه کاملا عالی با یک برنامه که قطعا زندگی شما را متحول می سازد. دوستان عزیز چگونه بتوانیم به زندگی دلخواه خود دست پیدا بکنیم چگونه بتوانیم در زندگی بالاخره آن چیزهایی که دوست داریم را به دست بیاریم و چگونه در زندگی به آن موقعیت هایی که دوست داریم برسیم و چگونه در زندگی افرادی که مورد علاقه ماست و افراد را در زندگی با خود داشته باشیم قطعا ما وقت بخواهیم جلو اراده انسان را هیچ چیز گرفته نمیتونه وقت انسان تصمیم بگیره که زندگی دلخواه خود را بسازه و زندگی دلخواه خود را رقم بزنه قطعا جلو اراده انسان را هیچ چیز گرفته نمیتونه چون انسان انسان هست انسان بالاخره بگم بر شما خلیفه پروردگار است و وقت انسان اراده بکنه وقت انسان حرکت بکنه وقت انسان از یک موقعیت به یک موقعیت دیگه بره قطعا میتونه زندگی دلخواه خود را برسونه و زندگی دلخواه خود را بسازد دوستان عزیز چند تا مورد هست چند تا راهکار هست و چند تا طریقه هست که من شما را به زندگی دلخواه ما میرسونم من همیشه از مورد و راهکار کمک میگیرم تا شما بالاخره در زندگی بتوانین به آن اهداف و آن رویاهایی که دارن دست پیدا بکنین دوستان عزیز و گرامیم اولا وقت شما دوست دارین به زندگی تان برسین یا به زندگی تان دست پیدا بکنین باید از منطق امنتان خارج شوین باید منطقه امنتان را کنار بگذارین باید از منطقه ای که امن است از اون منطقه خارج شوین برند در دل بالاخره مشکلات برند در دل مشکلات با مشکلات مبارزه بکنین قطعا این را بدونن که مشکلات شما رشد میته مشکلات شما را قوی میسازه مشکلات انسان ها را محکم میسازه مشکلات انسان را قوی تر میسازه شما فکر بکنین اگر ما اگر ما مثال بتیم الماس را الماس چقدر سختی ها را متقبل شده متقبل شده الماس چقدر سختی ها را متقبل شده الماس چقدر بلاخره به سختی و برو شده تا به این گونه یک بلاخره دوستان عزیز گوهر نایاب تبدیل شده پس ما هم بریم به دل مشکلات ریسک بکنیم در زندگی ریسک بکنیم در زندگی از موقعیت امن خود خارج شویم تا بتوانیم زندگی دلخواه خود را بسازیم اولین مورد دومین مورد دوستان عزیز و گرامیم کوشش بکنین کوشش بکنین که بهایش بپردازین اگر ما دوست داریم به یک مقام برسیم باید بها بتیم. اگر ما دوست داریم از این موقعیت به این موقعیت برسوم باید این موقعیت را ترک بکنم به این موقعیت برسوم هیچ نمیشه که ما ما در یک موقعیت باشیم یک موقعیت خوب تصور بکنیم این موقعیت را ترک نکنیم مثلا یک فرد راست کارمند است ما کارمند را میخوایم بر شما مثال بتم فکر بکنید یک کارمند است این کارمند یک ماش بسیار زیاد کم میگیره و دوست داره که به یک مقام زیاد برسه به یک مقام خوبه برسه که ماش هم حداقل خوب باشه ولی هیچگاه از این موقعیت دور نمیشه این وظیفه خود را ترک نمیکنه اگر شما دوست دارین به مقام خوب برسین باید بها بپردازین باید بهایش از زندگی بپردازین بهایش حرف هایی که مردم به شما میگویند بهایش حرف هایی است که بقیه بر شما میگویند که شما نمیتوانین ولی شما اقدام کردن و آغاز کردن در فکر اونها هم نیستین بهایش همی است که شما آمدن در میدان میخویم چند نکته رو براتون بکنم دوستان میگوین حتی ضعیفترین بازیکن میدان بهتر از تماشا است. حتی ضعیفترین بازیکن میدان حتی ضعیفترین بازیکن که مبارزه میکنه بهتر از کسی است که تماشاچی هست بهتر از کسی است که فقط نشسته و بیننده است فقط تماشاچی هست فقط تماشاگر است پس دوستان عزیز کوشش بکنن که شما بهایشه بپردازین به, به است که شما صبح وقت از خواب بیدار شدن از همه کرده صبح وقت بیدار شدن از خواب همه خواب هستن ولی شما بیدار هستن همه گرفتن خوابیدن ولی شما بیدار هستن چون شما رویا دارین چون شما هدف دارین چون شما میخواین زندگی دلخواهتون را رقم بزنین پس کوشش بکنید به هایش بپردازن به هایش همی است که شما سیمینار میاین به هایش نمی است که شما برنامه های خوب میبینن به هایش نمی است که شما مطالعه میکنن به هایش نمی است که شما همیشه وقت در حال یادگیری هستن و به هایش نمی است که شما بالاخره در کنج خانه ناامید نیستین نمی به است که شما پرداختین امروز و کسایی که بیننده ویدیو ما باشه قطعا به را پرداخته که امروز بیننده هست و شما قطعا میتونید به زندگی خوب دست پیدا بکنید مورد بعدی دوستان عزیز و گرامی <تصفح> که شما باید در زندگی او را مراد بکنین تا بالاخره به زندگی زندگی دلخواهتان دست پیدا بکنین ای هست که همیشه وقت دوستان عزیز هم وقت بهایش را پرداخت کردین وقت شما بها دادین مطمئن باشین که شما شما با انسان های زیاد رو برو میشن که برای شما میگه که نمیتونین با انسان های زیاد رو برو میشن که شما رو میگه اصلا تو به زندگی ساختن نشده یا تو به یه هدف ساخته نشده یا تو نمیتونی به مقام برسی کوشش بکنین به بقیه هم گوش نکنین کوش نبکنین که حالا گپای که دیگه را بر شما میگویه صحبتای که دیگه را بر شما میگویه مسیر زندگی شما را تنگ بسازه و شما را از اهدافتون دور بکنه خوب است که در فکر حرف های دیگران هم نباشین دیگران هر قسم حرف دارن در فکرش نباشین چون دهن مردم بسته نمیشه نمیتونه ما دهن مردم را بند بکنیم نمیتونه ما دهن مردم را ببندیم فقط کافی است که دو تا پانبه بگیریم گوشای خود را بپوشانیم و گوشای خود را پد بکنیم خلاص اینمی کار ما میتونیم انجام بدیم دوستان عزیز و گرامی هم روح کار بعدی که شما رو کمک میکنه تا در زندگی زندگی دلخواهتان رو بسازین ای هست ای هست دوستان که شما باید 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 تلاشتان زیاد بکنین زحمتتان زیاد بکشین از دیگران کرده کتاب زیاد بخوانین از دیگران کرده دوره زیاد برین از دیگران کرده فعالیت تان زیاد باشه از دیگران کرده اطلاعاتتان باید زیاد باشه تا بتونن به زندگی دلخواهتان دست پیدا بکنین ما داریم انسانهای معمولی انسانهایی که اصلاً 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 هیچ کار انجام نمیتن انسانهای معمولی ما داریم اما شما جز انسانهای معمولی نباشین جز یک درصدی ها باشین جز یک درصد از افراد و اشخاصی که امروز توانستن جهان را متحول بسازن شما باید جز یک درصد از افراد باشین معمولی نباشین فکرتان عملکردتان کارکردتان حالا بالاخره هر برخوردتان که دارن با هر چیز و هر پدیده باید متفاوت باشه شما خاص باید باشین خودتان خاص باشین هدفتان خاص باشه انسان هایی که با شماست باید خاص باشه چیزایی که میخوانن باید خاص باشه مکانی که میرین،, میرین شما باید خاص باشه چون شما خودتان خاص هستین چون خودتان واقعا ویژه هستن دوستان پس خوب است خوب است خوب است که تلاش بکنین نزدیکران کرده یک مقدار بالاخره بیشتر بدونن و بیشتر یاد بگیرین دوستان عزیز و گرامی هم، اگر این راهکار شما عملی بکنین راهکارهایی که براتون بیان کردم قطعا میتونه زندگیتون خودتون را بسازین تا برنامه بعد که من در خدمت شما قرار میگیرم شما را به الله پاک میسپارم و موفق و کامگار و پیروز و سربلند باشین خوش